خوب به این نقاشی نگاه کنید. چی میبینید؟ یک تابلوی نقاشی معمولی؟ یک اثر هنری؟ یا شایدم اون به ما نگاه میکنه؟ تابلوی معروف مونالیزا که قدمتش به بیش از 500 سال میرسه، دوبار دزدیده شده و یک بار هم سعی کردن با اسید از بین ببرنش. اما چرا؟ دلیل این همه اصرار برای نابودیش چیه؟ این نقاشی چی در خودش داره که نمیخوان ما بدونیم؟ با وجود تمام اتفاقات اون هنوز سالمه و در موزه لوور به شکل فوق امنیتی ازش نگهداری میشه. داوینچی که علاقه بسیاری به رمزنگاری آثار خودش داشت، در این اثر هم رازی و پنهان کرد که بالاخره پس از گذشت سالها و کنار هم قرار گرفتن تیکه های پازل در حال فاش شدنه. لئوناردو برای اینکه کسی متوجه نوشته ها و اسرارش نشه، اونها رو برعکس می نوشت. با فهمیدن این موضوع ما تونستیم اطلاعات زیادی به دست بیاریم تا در حل این معما به همون کمک کنه. اما کار جایی سخت شد که وقتی ما به بخشای مهم این دستنوشته رسیدیم، متوجه نوعی از همگسیختگی متنی شدیم و این یعنی لئوناردو اونها رو به شکل پراکنده و در چند دفتر یادداشت کرده که فقط خودش میدونه که بخشای دیگه این نوشته در کدوم صفحات پنهان شده. پس با همون اطلاعات اندک شروع کردیم و برای ادامه دست به دامن تکنولوژی شدیم. وقتی تابلو رو در زیر میکروسکوپ مشاهده کردیم، متوجه وجود حروف L و V در چشم راست، حرف S در چشم چپ و عدد مرموز 72 در زیر این پل متروکه شدیم. حرف L و V به معنی لئوناردو وینچیه. لئوناردو اسم، دا به معنی از، وینچی هم محلی بوده که در اون متولد شده. پس اینطور بخونیم: لئوناردو از وینچی. اما لئوناردو منظورش از حرف S چی بوده؟ چرا حرف S نه ربطی به داوینچی داره و نه ربطی به مونالیزا؟ همه چیز از قبول کردن سرپرستی پسرکی کم سن و سال و فقیر جیان جاکامو اورنو شروع شد. اگر در اینترنت دربارش سرچ کنی، میبینید که در بسیاری از منابع از جیان با نام سالای یاد شده. به دلیل شیطنت‌های جیان، لئوناردو این اسم رو که به معنی شیطان کوچولوه براش انتخاب کرد. جیان برای داوینچی تنها یک شاگرد نبود، بلکه معشوق و منبع الهام داوینچی بود. در اون دوره زمانی مجازات همجنسگرایی اعدام بود. پس لئوناردو سالای رو به شکل مخفیانه در این تابلو جای داد. حالت لبها، فرم بینی، فرم گونه ها، خطوط چهره، همگی با همدیگه در تعادل کامل هستن. حالا مشکل بعدی که وجود داشت انتخاب یک اسم مناسب برای این اثر بود. لئوناردو حتی اگر از اسم سالای هم استفاده می کرد، باز هم عده زیادی بودن که این نام رو می دونستن. پس اسمش رو گذاشت مون سالای، یعنی شیطان کوچولوی من، و با کمی تغییر دادن جای حروف مونالیزا خلق شد. شاید فکر کنید که این صرفاً یک نظریه است، اما قطعاً تعجب میکنید اگه بدونید محققان مقبره مونالیزا رو باز میکنن تا با استفاده از جمجمه و دی ان ای مونالیزا چهرش رو شبیه سازی کنن و به این نتیجه میرسن که به هیچ عنوان این نقاشی نمیتونه لیزا دنجکولتو باشه. اما برسیم به عدد 72. عدد 72 نماد استادی و نهایته که در همه ادیان به وضوح بهش اشاره شده. 72 پله برای رسیدن به قدرت شیطان، 72 تن از یاران مسیح، 72 حوری بهشتی، 72 تن از یاران امام حسین و حتی 72 در کابالا.
پلی که در پشت سر لیزا رسم شده متعلق به روستایی به نام بوبیوه. این پل در سیلی که در سال 1472 اتفاق افتاد از بین رفت. پس منظور لئوناردو اتفاقی بوده که در این سال رخ داد. منظور لئوناردو رو در ذهنتون نگه دارید تا به چیزهای جالبتری برسیم. محور زمین هر 72 سال یک درجه نسبت به ستاره های اطراف چرخش میکنه که به اون سال بزرگ جهان میگن. برای اینکه زمین وارد یک سال جدید جهانی بشه نیاز داره که 360 درجه چرخش داشته باشه و با یک ضرب ساده ما به عدد 25920 میرسیم و این یعنی هر 25920 سال جهان وارد دوره جدیدی میشه که ما بهش میگیم آخرالزمان. چهار بار در طول تاریخ انسان‌ها آخرالزمان رو تجربه کردن. جهان اول با برخورد شهاب سنگ از بین رفت. جهان دوم با عصر یخبندان نابود شد. جهان سوم با بارش آتش از آسمان و جهان چهارم با وقوع سیل. در جهان چهارم با ساخت کشتی و در جهان سوم با پناه گرفتن در زیر زمین عده‌ای نجات پیدا کردن. بعد از اینها با طیف‌های نوری مختلف شروع به عکس برداری از مونالیزا کردیم. با امواج فروسرخ به کارهای مقدماتی لئوناردو رسیدیم. با امواج ایکس به ظریف‌کاری ها و بوم تابلو رسیدیم و در نهایت امواج فلورسنت ما رو به خطاهای لئوناردو حین رسم مونالیزا رسوندن و متوجه یک چیز جالب در تابلو شدیم و اون هم اشاره مرموزانه به عدد 2 در این نقاشیه. عدد پایه‌های ستون، پنهان شدن عدد 2 در اینجا، وجود حرف در هر دو چشم و انگشتان لیزا که عدد 2 رو نشون میده. میتونه به این معنی باشه که دو نسخه از این نقاشی کشیده شده. در سال 1960 یک تابلو مشابه لیزا در بالای شومینه یک خونه پیدا میشه که پس از مطالعاتی که روی اون قرار میگیره اطمینان حاصل میشه. این تابلو رو هم داوینچی کشیده و حتی میشه گفت این تابلو قبل از مونالیزای اصلی کشیده شده. بیاید دو تابلو رو در کنار هم قرار بدیم. چه تفاوتی احساس میکنید؟ در تابلوی اول مونالیزا جوانتر از تابلوی دومه. در تابلوی اول مونالیزا انگار که یک لبخند واقعی داره، در صورتی که در تابلوی دوم میشه گفت اون رو یک لبخند تصنعی دونست. همچنین منظره پشت سر مونالیزا در دو تابلو متفاوته. در تابلوی اول ما یک منظره روشن، آفتابی و پویا داریم، در حالی که در منظره دوم یک محیط سرد و در حد امکان بیروح داریم که اگر خوب به اون دقت کنید طغیان رودخانه ها و جریان شدید آب هم به چشم میخوره. این پیشبینی داوینچی از آخرالزمان بعدیه. بعد از این تابلو نوبت به بررسی تابلوی منجی میرسه، چرا که در آخرالزمان به منجی نیازه. این تابلو به گفته صاحب نظران یک مشکل بزرگ داره. اما چه مشکلی؟ داوینچی در این نقاشی به شکست نور در گویی که در دست عیسی مسیح توجه نکرده. اشتباهی که از نابغه لئوناردوی ما بعیده. تابلوی منجی داوینچی رو به دو قسمت نصفش میکنی و بعد به صورت آینه ای اونها رو کنار هم میذاریم تا شکست نور درست بشه. حال چی میبینی؟ اگه از این ویدیو حمایت کنید حتما ویدیوی دومش هم میسازم. لئوناردو چه چیزی رو میخواسته به ما بگه؟ چه چیزی رو منجی میدونسته؟ و به نظرش چه نکتهی میتونه انسان رو نجات بده؟ لایک و ساب و کامنت یادتون نره دوستان. خیلی دوستتون داریم. ممنون از همراهیتون. تا ویدیوی بعد. یا حق.